با عرض سلام خدمت همه دوستان و همراهان ما در دوره آموزشی توسعه نرم افزار iOS بر پایه سویفت. در این جلسه قصد مفهوم دیگری رو در بحث شیگرایی در زبان سویفت خدمت شما دوستان ارائه بدیم. موضوعی تحت عنوان پروتکل. دوستانی که با زبانهای دیگر مثل زبان جاوا کار کرده باشند احتمالاً با مفهومی تحت عنوان اینترفیس آشنا هستند. دوستان من، پروتکل و این مفهوم در زبان سویفت مشابه اینترفیس در زبانی مثل زبان جاوا هست. یا حالا سایر زبانهای شیگرا ما مفهومی رو داریم تحت عنوان اینترفیس، اما در زبان سویفت ما این مفهوم رو نداریم و به جای اون از یک مفهوم جدیدی در واقع در زبان سویفت استفاده می‌کنیم تحت عنوان پروتکل که تقریبا حالا مشابه هست با اینترفیس در زبانهای شیگرهای دیگر. خب پروتکل چی هست اصلا و چه کاربردی رو در پروژه ها و در بحث برنامه نویسی شیگرها برای ما ایفا میکنه؟ به صورت کلی دوستان من، پروتکل در واقع یک الگو هست برای پیاده سازی متدها، پراپرتی ها و سایر ملزوماتی که ما برای پیاده سازی یک قابلیت خاص لازم داریم. نکته‌ای که در خصوص پروتکل ها وجود داره، ما در یک پروتکل هیچ گونه پیاده سازی رو در خصوص متدها و حالا پراپرتی ها انجام نمیدیم، بلکه صرفاً نحوه پیاده سازی این در واقع پراپرتی ها و متد ها رو در یک پروتکل مطرح می کنیم. حالا ما از این الگو، از این پروتکل می توانیم بیایم در یک کلاس، در یک استراکچر، در یک اینام استفاده بکنیم و بیایم بگیم که کلاس ما از این الگو بایستی تبعیت بکنه، این پراپرتی ها و این متد ها رو بایستی در خودش پیاده سازی بکنه، یا استراکچر ما بایستی این الگو و این پروتکل رو در خودش پیاده سازی بکنه، حاوی در واقع این متد ها و این پراپرتی هایی باشه که ما در پروتکلمون تعیین کردیم. همینطور در خصوص اینامریشن ها. اوکی، پس تقریبا فهمیدیم که عملا یک پروتکل چی هست و قرار چه کاری رو برای ما انجام بده. خب اما این یک بحث تئوری بود. بیایم وارد پوینت توسعه ایکس کد بشیم. یک پروژه‌ای رو با همدیگه ایجاد کنیم و سعی کنیم در قالب یک پروژه و مثال‌هایی با نحوه ایجاد اولا پروتکل آشنا بشیم و یک مقدار کاربردی‌تر این مفاهیمی رو و این تئوری که خدمت شما دوستان عرض کردم رو به کار ببندیم. بنده از قبل در محیط توسعه ایکس کد پروژه‌ای رو تحت عنوان پروتکل پروژه ایجاد کردم. فقط داریم بیایم در این پروژه با یک سری مثال ها و حالا مینی پروژه هایی با هم دیگه با نحوه ایجاد و به کارگیری پروتکل ها در زبان برنامه نویسی سویفت آشنا بشیم. خب توی قلم نخست بیایم ببینیم که اصلا چطور ما میتوانیم در پروژمون یک پروتکل ایجاد بکنیم. و بعد حالا بریم بپردازیم به نکات مختلفی که در خصوص پیرامون بحثمون و در خصوص پروتکل ها وجود داره. برای ایجاد یک پروتکل من میام یک فایل سویفت جدیدی رو در پروژه‌ام ابتداعا ایجاد میکنم.